حالا که با پنجره چنرک آشنا شدیم، بهتره که یه تمرینی با این پنجره داشته باشیم و به کمک استپ سیکونسر یه ریتم نویسی بسیار ساده رو انجام بدیم. به عنوان مثال من در پنجره چنرک چنین نوتی رو برای ساز کیک نوشتم. توجه داشته باشین که فاصله هر نوت، یعنی این دوتا مستطیل روشن با همدیگه، فاصله یک نوت سیاه هستش. در ادامه برای ساز حد هم چنین نوتی رو من می نویسم و پروژه رو پلی می کنم. توجه داشته باشین که حالت پلیتون باید روی چنل رک قرار داشته باشه. حالا من میخوام یه ریتم 3/4 ساده بنویسم. برای این کار به منوی آپشن میرم یا میتونم از کلید F10 استفاده کنم. بر روی این گزینه کلیک میکنم و مقدار بیتم رو روی 3 تنظیم میکنم. به این صورت. توجه داشته باشین که اگر از کلید F10 استفاده کنین، من کلید F10 رو فشار میدم، این پنجره برای شما وا میشه. برای رفتن به داخل پنجره مورد نظر از روی سربرگ ها سربرگ پروژکت رو انتخاب میکنین و میبینین که وارد همون سربرگ میشه. خب من بعد از اینکه مقدار بیتم رو روی 3 قرار دادم، میبینین که یک ردیف از 4 ردیف من حذف شد و الان من میتونم یه بیت 3/4 ساده بنویسم. در ضرب اول یه مقدار کیک و همینطور برای حد. حالا میخوام که مقدار تمپوم رو روی 120 قرار بدم. روی تمپو کلیک میکنم و مقدار 120 رو تنظیم میکنم. به این صورت ما تونستیم یک ریتم خیلی ساده در ضرب 3/4 بنویسیم.